برخلاف بمب‌های اتمی معمولی که نیروی ویرانگر خودشون رو از شکاف هسته اورانیوم یا پلوتونیوم به دست میارن، بمب هیدروژنی از طریق ادغام هسته‌های عنصر هیدروژن به نیروی مخرب خود دست می‌یابن. این پروسه‌ایه که در خورشید هم اتفاق می‌افته و در جریان اون مقدار قولاسایی انرژی آزاد میشه. برای این همجوشی هسته‌ای مقدار بسیار زیادی حرارت و فشار لازمه که برای تأمین بسیار زیاد فشار و حرارت به یک انفجار هسته‌ای نیازه. به همین دلیل بمب هیدروژنی بمبیه که دو مرحله انفجار داره و در جریان آن نخست از انفجار هسته‌ای به عنوان نوعی چاشنی انفجاری برای همجوشی هسته‌ای استفاده میشه و سپس بر اثر حرارت ناشی از این انفجار هسته‌های ایزوتوپ هیدروژن یعنی دوتریوم و تریتیوم چنان متراکم میشن که در هم ذوب میشن. به همین دلیل بمب هیدروژنی انفجاری به مراتب قوی‌تر از بمب اتمی یک مرحله ایجاد می‌کنه، چون پروسه ادغام هسته‌ای انرژی به مراتب بیشتری از پروسه تجزیه هسته‌ای آزاد می‌کنه. بنابراین در شرایط ساخت مشابه و با مواد اولیه‌ای کاملا یکسان، بمب هیدروژنی بسیار قوی‌تر و مخرب‌تر از بمب اتمی عمل می‌کنه. ساخت بمب هیدروژنی که بر اساس ادغام هسته‌ای کار می‌کنه بسیار سخت‌تر از بمبیه که ماده انفجارش رو از تجزیه هسته‌ای به دست میاره. بنابراین کشورهایی که در سال‌های اخیر به قدرت‌های اتمی جهان پیوستن، بر اساس نظریات کارشناسان و به احتمال زیاد هنوز نتونستن به تکنولوژی ساخت بمب هیدروژنی دست پیدا کنن و تنها هندوستان به این تکنولوژی دست یافته و حالا هم کره شمالی مدعی دستیابی به این سلاحه. اولین بمب هیدروژنی واقعی در اول نوامبر سال 1952 میلادی توسط آمریکا و در اقیانوس آرام آزمایش شد و یک سال بعد هم اتحاد جماهیر شوروی سابق این نوع بمب را آزمایش کرد. البته این بمب ها از نوع اولیه و ابتدایی بودند و هنوز برای بکارگیری در عملیات نظامی توصیه نمی شدند. بعدها بمب‌های هیدروژنی قابل استفاده در عملیات نظامی توسط هر دو کشور آمریکا و شوروی آزمایش شدند. اما تا به امروز این بمب‌ها در هیچ جنگی به کار گرفته نشده است. همانطور که می‌دونید اولین بمب اتمی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی کشور آمریکا علیه ژاپن به کار گرفته شده. 6 اوت 1945 در شهر هیروشیما و 9 اوت در شهر ناگازاکی. انفجار بمب اتمی انرژی فوق‌العاده زیادی رو در قالب حرارت، فشار و اشعه آزاد می‌کنه که میتونه در مدت زمان کوتاهی صدها هزار نفر رو به کام مرگ بکشونه و تمام منطقه اطراف محل انفجار رو به صحرای خشک و مرده بدل کنه. تشعشعات رادیواکتیو که پاکسازی اونا بسیار دشواره نیز، در دراز مدت بسیاری رو با بیماری‌های مهلک از پای در میاره. بمب هیدروژنی که امیدوارم هیچ وقت استفاده نشه از بمب اتم مهلک‌تره. حالا خوبه با بمب نوترونی هم آشنا بشیم. بله، بمب‌های نوترونی مرگبار که تازه میگن یک مرحله هم قوی‌تر از بمب‌های هیدروژنیه. اما در بمب نوترونی با برداشته شدن محفظه اورانیومی بمب هیدروژنی واسه آزاد شدن نوترون‌ها میشه. نوترون‌ها میتونن در مسافت‌های طولانی حرکت کنن و به درون ساختارهای محافظت شده نیز راه یابن. اساس کارکرد این بمب بر فشار موج حرارتی استواره که انرژی بسیار زیادی رو در قالب تشعشعات نوترونی منتقل می‌کنه. این بمب بر اساس میزان فشردگی اون میتونه از 1 دقیقه تا 1 هفته انسانها رو به کام مرگ بکشونه. این در حالیه که آسیبی به ساختمان‌ها و اشیا وارد نمیشه. یک روز پس از انفجار این بمب، منطقه محل انفجار میتونه بدون خطر مورد استفاده قرار بگیره. پدر این بمب ساموئل کوهن آمریکاییه که در سال 1958 میلادی ساخت اون رو اعلام کرد.